به نام خدا. سلام دوستان، وقتتون بخیر، خسته نباشید. از سری آموزش های تحلیل تکنیکال بورس اندیکاتورها رو دو سه تای مهمشون رو براتون گفتم، بقیه هم حتما براتون میگم. میخوایم وارد بحث فیبوناچی بشیم، بحث بسیار بسیار مهم، کاربردی و در معاملات روزانه نوسانگیری ها و در معاملاتی که ما میخواییم که مقدار تارگت هامونو چه صعودی چه نزولی، این که سهم تا چه قیمتی میتونه بالا بره، روی چه قیمت هایی استاپ داره، یا این که تا چه قیمتی میتونه بیاد پایین نزولی صعودیه، و این که سطوح مقاومتی و سطوح حمایتش رو بشناسیم، کاربردهای بسیار بسیار زیاد و خوبی داره. رفرنس اصلی ما برای آموزش فیبوناچی کتاب فیبوناچی تریدینگ از خانم کارولین برودن که یکی از بنیانگذارای این فن در معاملات بورسی و سهامه. خب این کتاب شامل این میشه که در ابتدای کار اومده فیبوناچی رو تعریف کرده، گفته که فیبوناچی چیه، عددا چیان، گلدن ریشیو چیه یا همون نسبت طلایی، اینی که اومده فیبوناچی و چند دسته از فیبوناچی ریتریسمنت، فیبوناچی اکستنشن، پروجکشن یا ابجکتیو، و این که اومده یه سری مثالهایی برای اینا زده، اومده معاملات رو توی زمان گفته که مثلا چقدر طول میکشه تا یک سهمی دوباره را بیفته، یا یه جورایی میشه سویچ های قیمت زمان رو از توشون در آورد بیرون، تارگت ها رو گفته، و یه بحث بسیار بسیار مهم و خوبی که گفته که تریگر ها و اندیکاتور ها رو گفته، اومده فیبوناچی رو با استفاده از اندیکاتور ها گفته، قیمت زمان رو گفته توش که خیلی خیلی مهمه، و در کل به کتاب بسیار بسیار مفید و کاربردیه. به نظر من هر کسی که توی بورس معامله گری میکنه حداقل باید آشنایی با این مسائل رو داشته باشه. خب توی جلسه اول میایم براتون میگیم که فیبوناچی چیه. من منبعایی که استفاده میکنم منبعهای اینترنتی هستن که رفرنس مشخص و ثابتی دارن. خب ببینید، فیبوناچی اول مثالی که مشهوره توی دنیا اینه که ببینید، ما اگه یک جفت خرگوش داشته باشیم، خب توی ماه اول ما یک جفت خرگوش بهمون میده، خب توی ماه دوم دو جفت خرگوش داریم، توی ماه سوم سه جفت، و همینطور پیش میره. خب از این تحقیقی که به عمل آوردن به یک سری رسیدن که به سری فیبوناچی مشهور شده، یعنی از صفر و یک شروع میشه، حالا اینجا صفرش رو نگفته، به خاطر همین توی بیشتر چیزا از یک میگیرن. اگه صفر رو بذاریم قبل از این، ببینید هر عددی با عدد قبل خودش رو جمع بکنید، صفر و یک میشه یک، یک و یک میشه دو، دو و یک میشه سه، سه و دو میشه پنج، و همینجور الی آخر تا سری کامل بشه. یعنی چی؟ یعنی هر عدد با عدد قبلی خودش جمع میشه، عدد بعدی به دست میاد. خب و این که اومده که نمودارش رو کشیده، نمودار درختی و اینجور چیزها رو کشیده که چطور حساب میشه و اینا، ما کاری به اینها نداریم، یعنی اینا به دردتون نمیخوره، فعلا خودتون اگه علاقه دارید بخونید. ببینید فیبوناچی، این سری فیبوناچی که تا n میتونید شما حساب بکنید، عدد n رو که داشته باشید توی فرمولش میذارید و حسابش میکنید. بعد اومده درباره نسبت طلایی صحبت کرده، گفته چی برای محاسبه نسبت طلاییمون اومده چیکار کرده، یک عدد رو تقسیم بر عدد قبلی خودش کرده. ببینید مثلا یک رو تقسیم بر یک کرده، دو رو تقسیم بر یک کرده، سه رو تقسیم بر دو کرده، پنج رو تقسیم بر سه کرده، این عدد همینطور پیش میره، یک، دو، یک و نیم، یک و شیشدهم، یک و شیشدهم، و همینطور پیش میره، و هر چقدر که عدد بزرگتر بشه، فکر کنم به عدد چهلوم که برسیم، به عدد فی یا همون نسبت طلایی که
در طبیعت، در ساخت و سازهای بشری و در خیلی مسائل این عدد فی رو ما باهاش سر و کار داریم. این عدد فی به اسم گلدن ریشیو یا همون نسبت طلایی معروفه میرسه. خب اومده گفته چی؟ ببینید این مربع رو شما حتما، این مستطیل رو حتما دیدید. این مستطیل چطور ساخته میشه؟ این گوشه به این انیمیشن نگاه بکنید بچه ها. ببینید این یک دو از دو تا مثلث مستطیل 5 8 13 21 و همینطور این اضاف میشه بر اساس نسبت فیبوناچی. حالا اگر بیایم نگاه کنید، این رو یه اسپیرال کشیده توی هر کدوم از این خونه ها. خب این به دست میاد، خب که خیلی خیلی مشهوره، از جمله این که این توی اگر لاک حلزون رو برش بدن، خب این نسبتی که توی لاک حلزونه همین نسبت فی هست. یا اینکه توی طبیعت، الان اینجا چند تا چیز هست مثال زده که میتونید حساب کنید. مثالای قشنگتری داره، من پایین تر بهتون نشون میدم که متوجه بشید. مثلا نگاه کنید این بذارید عکسی که داره رو بهتون نشون بدم. نگاه کنید این گل آفتابگردونه، یکی از مثالایی که توی فیبو همیشه هست، حتما توی درساتون هم خوندید. ببینید اینجا اسپیرال هایی که از سمت راست چرخش کردن رو ببینید، بین دونه های آفتابگردون ببینید اینو. حالا اسپیرال هایی که از سمت چپ هستن چه توازنی دارن؟ خب یا اینکه یک مثال، این کاربردی ترین اسپیرال هایی که شما میتونید توی همون ببینید. خب یا اینکه مثال دیگرش، مثلا نگاه کنید توی دونه میوه کاج رو نگاه بکنید، اسپیرال هایی که روی میوه کاج هستن، هم چپ گردش هم راست گردش و این یه دونه دیگه دوباره. یا اینکه توی تعداد برگ درختان که همینجوری که سطح بندی شده میرن بالا، چند تا دونه هست، تعداد گل برگ هاشون چند تا دونه هست، اینا رو هست. یا اینکه نگاه کنید این گل کلمه، خب اسپیرال هایی که روی گل کلمه نگاه کنید چقدر قشنگ در طبیعت از این نسبت طلایی استفاده شده و برعکسش هم صدق میکنه. یا اینکه این یکی کلمه بروکلی هست، ببینید اسپیرال هایی که روی این کلم موجوده، یا این یکیش. خب این در طبیعت استفاده زیادی شده از این نسبت و دانشمندان طبق تحقیقاتی که کردن، حتی مثلا نگاه کنید توی بدن انسان نسبت هایی که بین انگشت دست و کف دست هست، یا اینکه توی یک سری از داکیومنت ها شما دیدید که نسبت هایی که توی ساختمون سازی هست، ببینید توی گلبرگ درخت ها هست تعدادشون، یا اینکه مثلا ببینید این اسپیرال هایی که دوباره روی این گل هست چقدر زیبا. خب یا اینکه روی میوه خود کاکتوس هست، اسپیرال هایی که هستن رو میتونید مشاهده بکنید. خب این دیگه خودت به خودتون بستگی داره، اگه میخواید دربارش کنچه ها هستید میتونید تحقیق بکنید. و اما کار بردش توی بورس چیه؟ ببینید این سری فیبوناچی که براتون گفتم، خب که عددها از جمع عدد اول شروع میشن، از 0 و 1 شروع میشن، اینها درست حساب شده هستن و شما میتونید عدد رو فقط بذارید، ولی گاهی وقتا هست شما از تریدینگ سافرهای استفاده میکنید، نرم افزارهای خرید و فروشی استفاده میکنید که به قول نرم افزارهای تحلیلی، بعضی از این نسبت ها توی اون نرم افزارها نیستن. پس بهتره که این رو بدونید که چطوری این عددا به دست میاد. از تقسیم هر کدوم از این عددها به عدد بعدی خودش یه نسبتی به دست میاد که اون نسبت رو نسبت‌های فیبوناچی میگن. مثلا مقدار 61.8% چجوری حساب شده؟ یا همون 618,000، این اومده چیکار کرده؟ عدد 21 رو تقسیم بر 34 کرده، این نسبت به دست اومده. خب یعنی چی؟ تقسیم یک عدد، خب توی سری با عددی که بعد از اونه، یعنی این رو فالو میکنه. ببینید بعد از عدد 21 تو سری فیبوناچی میشه 34. خب
یا اینی که عدد 382 رو چجوری به دست آورده، 38.2% رو چجوری به دست آورده. این عدد از تقسیم، خب نگاه کنید نوشته چی، ratio discovered by dividing a number، یک عدد از این سریز by the number located two spots of the right. ببینید یک عدد از سری فیبوناچی خب تقسیم بر عدد دوم بعدیش، یعنی دو تا عدد بعدش رو بشمارید تقسیم بر اون شده، این نسبت 38.9 به دست میاد. یا اینکه عدد 23.6% چجوری به دست میاد، از تقسیم یک عدد توی سری فیبوناچی خب با سه تا عدد بعد از اون به سمت راست، یعنی سه تا عدد بعد از اون رو اگر عدد رو تقسیم بر 3 عدد بعد از اون بکنید، مثلا 8 رو تقسیم بر 34 بکنید، 235 خورده ای به دست میاد که همون 236 به دست میاد برای ما. خب ما چجوری برای فیبوناچیمون توی تحلیل قیمتیمون استفاده بکنیم، توی به دست آوردن قیمت هامون استفاده میکنیم؟ ببینید براتون گفتم که از تقسیم این عددا یک سری نسبت هایی به دست میاد، اون نسبت ها خب توی طبیعت استفاده شده، خیلی از جاها استفاده شده، همین نسبت ها رو آوردن توی تحلیل تکنیکال، تلاش کردن برای اینکه این نسبت ها رو ازشون استفاده بکنن. حالا چطوری از این نسبت ها استفاده بکنن؟ مثلا یک مدل از فیبوناچی که کاربرد بسیار زیادی هم داره، فیبوناچی ریتریسمنت که ازش استفاده میشه. خب این فیبون رو شما وقتی که ازش استفاده میکنید، خب میتونید استابلساتون رو به دست بیارید. نقاط استابلس مثلا مثل نقاط مقاومتیتون هستن که میتونید به دست بیارید، یا نقاط ساپورتتون هستن که یا همون حمایتی هستن که میتونید این عددا رو به دست بیارید. این عددا کاربردشون چیه؟ تارگت های قیمتیتون رو میتونید با این روش به دست بیارید. این که مثلا شما یه سهمی رو خریدید، منهایه، ببینید اینو باید در نظر داشته باشید که توی جلسات بعدی خدمتتون میگم، منهای اینی که خطرمند سهم از کجا هست، منهای این که شما باید اندیکاتورهای سهم رو در نظر بگیرید یا بقیه موارد رو، این خطوط به شما کمک میکنن که تارگت های قیمتیتون رو به دست بیارید. خب فیبوناچی ریتریسمنت یه سری خطوط افقی هستند خب که به شما، براتون گفتم که نقاط حمایتی و مقاومتی، سطوح حمایتی و مقاومتی رو براتون توضیح میده، خب یعنی مشخص میکنه. هرچند که این قیمت ها خب یه سری معایبی هم دارن که حالا براتون میگم. ببینید اینجا گفته چی؟ اینجا گفته که هر سطح مقاومتی، خب ببینید این سطح مقاومتی خب حمایتیه، بذارید یکی مثال از همین، یه مثال واضح تر بزنم براتون. ببینید این خط رو در نظر بگیرید، 38.9. الان اومدیم یه فیبو روی این موج زدیم، خب ببینید روی 38.2% اینجا حمایتی حساب شده، خب این قسمت حمایتی حساب شده، بعکس برگشت زده رفته بالا، اینجا مقاومت شده، فیبو نیم مقاومت شده. خب ببینید اینجا مقاومت شده، اینجا دوباره یه کندلی زده، به قول پول بک زده روی این، برگشته رفته بالا، اینجا مقاومت بوده رد کرده پول بک زده، یه مدتی روش بوده دوباره رفته بالا اومده پایین، دوباره روی همین نقطه حمایت شده. فرقی نمیکنه که این توی ترند روزانه‌تون باشه یا ترند طولانی مدتتون باشه، این فیبو همه هستن. توی بحث چنگال اندرو که براتون توضیح دادم، خطوط فیبو رو دیدید که توی چنگال اندرو چقدر قشنگ روی این فیبو واکنش نشون داده. یا مثلا نگاه بکنید اینجا رو، 23.6 که توی خیلی از چیزا من دیدم این عدد رو نمیذارم، بچه‌ها اشتباه میکنن نمیذارم. ببینید اینجا خود خط حمایتی حساب شده، ریخته رسیده به صفر، برگشته اینجا مقاومتی بوده، ببینید چند تا کندل زیر این زده، رد کرده رسیده به 38.2، نتونسته رد کنه، اومده اینجا ساپورت نشده، دوباره ریخته نتونسته از این رد کنه، ببینید یه کندل زده ریخته اومده پایین رفته بالا، ولی
توی برگشتش توی این سطح که دو تا سطح رو رفته بالا دوباره برگشته پایین، نقش مقاومت رو، حمایت رو، معذرت میخوام، نقش حمایت رو ایفا کرده. برگشته رفته بالا، فیبوی 38 حمایت کرده، رفته بالا و بالای فیبوی 618 مونده توی این نمودار. این یه مثالی بوده که زده. خب حالا فیبوناچی کلن ببینید، اولش بهتون گفتم فیبوناچی سطوحش خیلی به دردمون میخوره توی استابلسا، سطوح حمایتی، مقاومتی، تعیین قیمت هدفمون و اینها همه هستن، ولی گاهی وقتا درست از آب در نمیاد. مثلا مثالی که اینجا گفته شده، مثلا گفته توی تئوری امواج الیوت این درست در نمیاد. وقتی فیبوناچی موفق میشه، خب که شما بتونید که توی وقتی قدرتمند میشه که شما بتونید با سایر اندیکاتورها خب اون رو استفاده بکنید، یعنی همه موارد رو براتون داشته باشه. این رو توی جلسات بعدی خدمتون میگم. خب این تا اینجا با فیبو آشنا شدید، رفرنسمون رو متوجه شدید، چه این کتاب هست میتونید دانلودش بکنید و استفاده بکنید ازش، و اینکه انشالله توی جلسات بعدی میایم فیبو رو براتون توضیح میدیم. ببینید فصل اول این کتاب اومده درباره اینکه عددها چی هن، نسبتها چی هن، همینایی که براتون توضیح دادم رو توضیح داده، و اینکه این نسبتها چجوری به دست اومدن. ببینید اینجا همه نسبتهای فیبو رو حساب کرده، خودتون میتونید بخونید. و اینکه چون که این نسبتها توی رهاورد حساب شده هستن، من دیگه حساب کتابش رو اینجا براتون نمیگم، همون چیزی بود که براتون گفتم مهم باشون. و اینکه انشالله در قسمت بعدی فیبوناچی ریتریسمنت رو براتون توضیح میدم، تنظیماتش توی اندیکاتور و اینکه چطوری از این فیبوناچی استفاده میکنیم. خسته نباشید دوستان.